حوثی‌ها در یمن توانستند به یک موشک آمریکایی بسیار پیشرفته از طریق شلیک موفق به یک پهپاد آمریکایی دست پیدا کنند. سرتیب یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در مورد این شلیک سخن گفته و در مورد موشک نیز مشخصاً کلش ریپورت و ساوس فرانس روسی خبری را منتشر کردند. پهپادی که از آن صحبت می‌کنیم و حوثی‌ها توانستند آن را سرنگون کنند، پهپاد MQ-9 آمریکایی است که در سطح جهان بهترین و خطرناک‌ترین پهپاد آمریکا محسوب می‌شود. در موقع شلیک، حوثی‌ها بدین شکل پهپاد را رصد می‌کردند و یک موشک برای سرنگونی آن شلیک شد و اندکی بعد به پهپاد خورده و سرنگون می‌شود و این تصویر لحظه برخورد موشک به پهپاد را نشان می‌دهد. پهپاد به دلیل برخورد موشک آسیب دیده است و به زمین خورده، اما کاملا نابود نشده است. پهپادی که در مورد آن صحبت می‌کنیم از خلال تصاویری که حوثی‌ها منتشر کردند جزئیات و قطعات سالم زیادی دارد. نوشته‌های انگلیسی روی قطعات واضح است و می‌توان از آنها برای چگونگی طراحی و توسعه آن بهره برد و همانطور که می‌بینید حتی برخی قطعات آن سالم است و به نظر می‌رسد می‌توان با تعمیرات از بعضی قطعات آن استفاده کرد. اما مهمتر از همه این قطعی است که در تصویر می‌بینید. در اینجا با یک موشک کامل مواجهیم که روی زمین افتاده و نابود نشده و این یکی از موشک‌هایی است که این پهپاد حمل می‌کرده است. با توجه به تطبیق مشخصات و وزن قطعه می‌فهمیم که همان موشک پیشرفته AGM-179 است. این بخش انتهایی موشک است و این هم تصویری است که از این موشک رسما منتشر شده است. این تصاویر با هم مطابقت کامل دارند و هیچ اختلافی نیست و این نشان می‌دهد ما با موشک فوق پیشرفته AGM-179 طرف هستیم. این موشک توسط شرکت آمریکایی لاکهید مارتین طراحی شده و در سال 2023 وارد خدمت شد و بهای هر فروند از آن به $319,000 می‌رسد. این موشک یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین موشک ها با امکانات بسیار زیاد شناخته می شود. موشکی که از آن صحبت می کنیم اصلا یک موشک معمولی نیست، بلکه MQ-9 آن را حمل می کند و اکنون در اختیار حوثی هاست. نکته مهم آن است که نه فقط حوثی ها، بلکه ایران ممکن است بهره بیشتر از آن موشک ببرد. در سال 2019 حوثی‌ها پهپاد MQ-9 آمریکا را سرنگون کردند و دو سال بعد ایران اعلام کرد پهپاد جدیدی با نام غزه در اختیار دارد و آن را رونمایی کرد و می‌بینید که طراحی این پهپاد کاملاً مطابق پهپاد MQ-9 آمریکاست و هیچ تفاوتی ندارد و این یعنی ممکن است ایران از پهپاد سرنگون شده توسط حوثی‌ها استفاده کند و یک نسخه بومی از روی نسخه آمریکایی این موشک بسازد. ایرانی‌ها مهارت زیادی در مهندسی معکوس دارند و مثل اینکه باید منتظر رونمایی یک نسخه بهتر و پیشرفته تر یا حداقل مانند همین موشک آمریکایی از سوی ایران با مهندسی معکوس باشیم و ممکن است آن موشک را روی پهپاد غزه نصب کنند و در آن هنگام ایران صاحب برجسته ترین فناوری مهم پهپادی جهان خواهد شد. نظر شما درباره این اتفاق چیست؟ لطفاً آن را با ما به اشتراک بگذارید.